سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. ساعت 9:30 دقیقه شب تهران، 1 بعد از ظهر واشنگتن. با شما عزیزان هستیم در برنامه جمعه شب تفسیر خبر. میپردازیم به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی ایران و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد و نیز مهمترین رویدادهای جهانی، از جمله آنچه که در پاریس گذشت، عملیات تروریستی در پاریس و پیامدهای آن و برخورد حکومت ایران، مطبوعات رسمی و نیمه رسمی در تهران چه گزارش‌ها و تفسیرهایی در این زمینه داشتند. دیدار آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف پیش از آغاز دور تازه مذاکرات اتمی در ژنو و آنچه که درباره دخالت سپاه قدس در منطقه گفته می شود و خبر منتشر شده در مورد مجروح شدن یکی از سرداران، فرمانده سپاه پاسداران سپاه قدس در عراق. آن سوتر آنچه که در سوریه می‌گذرد و پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی. با من و شما هستند در استودیو لندن آقای علیرضا نوری‌زاده و در لس آنجلس آقای محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به جناب شالنگی عزیزم و دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا همچنان در لس آنجلس، خوش آمدید. ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای شالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی و باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه غیر رسمی در برنامه شرکت کردم. امیدواریم در برنامه آینده اونطور که دوست دارید، وگرنه به هر شکلی باشه برای بینندگان ما قابل قبول هست، چون برنامه سفر بینندگان نیز هست. آقای نوری‌زاده عزیز، ببینید، در پاریس عملیات تروریستی 17 قربانی، شرکت در راهپیمایی آنچه که وحدت نامیده شد، اظهارات آقای اولاند رئیس جمهوری فرانسه و بقیه رهبران جهان که شرکت کرده بودند و غیبت آمریکا که اینجا در واشنگتن به شدت کاخ سفید زیر بمباران انتقادات هست، حتی از طرفداران، از سوی طرفداران خود اوباما. اما همه این ماجرای نقطه عطفی است بر آنچه که تروریسم خونده میشه از طرف گروه های افراطی، بسیاری تروریسم اسلامی می نامن و بسیاری رادیکالیسم، تندروی اسلامی و بقیه، به هر حال بیرق های رو بلند کردن در منطقه انواع و اقسام که بر اونها کلمات مهم و جملات مهم دین اسلام هست. به هر حال چون این تعبیرهایی وجود داره، آیا این نقطه پایانی است آنچه که در پاریس رخ داد، واکنش، راهپیمایی های وحدت و همدلی؟ آقای چالنگی عزیزم، اولا اجازه بدید اینو من خدمت رو عرض بکنم. روزی که مرد بیماری به نام صادق خلخالی 4 ژنرال ارتش ایران رو بر بام مدرسه علوی به قتل رسوند و بعد آقای خمینی آمد و بر بالای سر این جنازه ها ایستاد، بر برف خدا رو سپاس گفت و رفت نماز شکر به جا آورد،
به اسلام بزرگترین ضربه زده شد. روزی که فهیم کرمانی نخستین سنگسار رو کرد، بزرگترین توهین به اسلام شد. روزی که دسته دسته جوانان این مملکت رو اعدام کردند و جلوی جوخه تیرباران گذاشتن، به اسلام توهین شد. روزی که در فرودگاه سنندج شهرام ناهید و احسن ناهید رو یکی تا کمر در گچ و دیگری با دستهای شکسته خلخالی به قتل رسوند با عده‌ای آزاده دیگه، به اسلام توهین شد. روزی که سر شاپور بختیار رو در پاریس بریدن، گلوی برومند رو شکافتن، سینه عبدالرحمن قاسملو و کاک عبدالله قادری رو در وین سوراخ کردن، در رستوران میکونوس دکتر صادق شرفکندی و دهکردی و اردلان و اینا رو کشتن، فرخزاد رو کشتن، اینا اهانت به اسلام بود، چون به نام اسلام و خدا این جنایات انجام می شد. آقای بن لادن و آقای ابوبکر بغدادی و ابو مصعب الزرقاوی و همه اینا دست آموزان مکتبی هستند به نام اسلام ناب انقلابی که دو وجه داره، وجه ولایی و وجه سلفی. وجه سلفی سنی، ولایی شیعه است. شاه اسماعیل صفوی وقتی وارد تبریز شد 20,000 نفر رو کشت، گردن زد، به خاطر اینکه حاضر نبودن به خلیفه دوم اهانت کنن. نمادهایی از این داعش رو ما در تاریخمون زیاد دیدیم. آل مظفر در شیراز، امیر مبارزالدین نماز رو میشکست، میرفت دوتا گردن میزد، برمیگشت نماز میخوند. همین کاری که الان ابوبکر بغدادی داره میکنه. در جنگ چالدوران عثمانی ها 20,000 اسیر زن گرفتن، زنان و دخترانی که بردن و اینا رو به عنوان که شیعن و کافرن بردن مورد تجاوز قرار دادن. و الان در عراق تعدادی زنانی که از تجاوز باردار شدن یه مشکل اساسی شده که اینا رو چجوری کورتاش کنن. منظورم همه میخوام برگردم به اینجا که آنچه در پاریس اتفاق افتاد چیز تازه‌ای نبود، اما ظاهرا غربیا تازه داره دوریالیشون میفته. وقتی روزنامه، وقتی تشکیلاتی مثل CNN میاد اعلام میکنه میگه ما آخرین شماره روزنامه شالبدو رو نشون نمیدیم، در حالی که زیباترین ایمیجی که از پیامبر اسلام بود اونا گذاشتن، به چه معنا؟ پیامبر میگرید و میگوید من هم شالی هستم، نماد اسلام، بخش خدای بخشنده مهربان، اسلام تساهل و تسامح، اسلام پیامبری که بر کسی که بر سرش خاکستر میریزه رحم میکنه، میره به دیدنش وقتی میفهمه مریضه. این رو این روزنامه، این هفته نامه اومد و روی جلدش گذاشت. CNN پخش نکرد، چون CNN این منافقین خودمون در ایران با یک دست میگه محکوم میکنن، با دست دیگه میگه نه البته، به محض اینکه شما اما آوردید، خانم افخم تا اما آورد همدست تروریستاست. روزنامه یال سارالتل حسین تا اومد گفت تو این ربیع الاول دو تا شادی داریم، منظورشون یکی خلیفه دومه و یکی آنچه در بله ایام ربیع نور علی نور شد، یعنی هم در این خلیفه دوم کشته شده و هم 13 تا 14 تا 11 تا نویسنده و کاریکاتوریست، به اضافه این پلیس ها و آدم های دیگه که کشته شدن. غرض در هر حال اسلام ناب انقلابی محمدی یکیست، هم سلفی داره دو روی سکه و هم ولایی داره. اون اصحاب اهل حق در عراق همونطور جنایت میکنن که ابوبکر بغدادی، داعش و القاعده میکنه. به CNN اشاره کرد آقای نوریزاده، این رو هم من بگم که خانم کریستین امانپور در گزارش هایی که در این زمینه داشت چند و چندین بار تروریست های فرانسه در فرانسه رو اکتیویست، فعال بدون هیچ صفتی عنوان کرد در گزارش. اینجا هم در واشنگتن مورد انتقاد بسیار قرار. اکتیویست چی؟ فعال چی؟ سیاسی چه فعالی؟ آیا میشه اینها رو فعال نامید؟ در چه زمینی؟ آدم کشی؟ برحال آقای سازگارا تفسیر شما رو میشنویم درباره اون چی که روی داد و اون چی که ملهم هست، از الهام گرفته هست، برآمده هست از تأثیرات
پیروزی انقلاب اسلامی، امیدبخشی انقلاب اسلامی به سلولها و ویروسهای خفته اسلام سیاسی در منطقه و امیدوار کردن اونها برای تصاحب قدرت سیاسی که سر از عملیات تروریستی گوناگون داره بود. ببینید، مسئله اینی که اسلام به سیاست آغشته است برمیگرده به عهد پیامبر. من شخصا البته به عنوان یک دانش آموخته تاریخ معتقدم که این از حوادث تاریخی بود که قوم پیامبر اسلام در مکه به او ایمان نیاوردند و او ناچار از هجرت شد و چون بین دو قبیله در مدینه دعوا بود او رو به ریاست برگزیدند و پیامبر در واقع غیر از وجه پیامبریش یک وجه سیاسی هم پیدا کرد. از نظر من، باور دینی من، این جزء لاینفک یک دین نیست. یعنی اگر پیامبر رئیس جامعه مدینه هم نمیشد، کارش با کفار مکه به جنگ و زد و خورد هم نمی کشید، چیزی از پیامبری او کم نمیشد. این البته بحث مفصلی است، بحث دین پژوهی ژرفی است که پاره متفکرین در تاریخ اسلام به اون پرداختن. به هر حال اگر بخوایم لغت حکما رو استفاده بکنیم، در واقع سیاست با این تعبیری که من عرض می کنم ذات اسلام نیست، بلکه عرضه و می توانست به گونه دیگه باشه. ولی این کیفیت در تاریخ اسلام منجر به این شد که وقتی این دین جدید پا از شبه جزیره عربستان بیرون گذاشت، با مقولات تشکیل حکومت، تشکیل یک امپراتوری بزرگ مواجه بود. در نتیجه در طول تاریخ اسلام فقها جای ویژه‌ای پیدا کردند. در تاریخ اسلام دانشمندانی که بر صدر نشستند و قدر دیدند و همیشه از قدرت خوبی هم برخوردار بودند فقها بودند، نه متکلمین، نه فلاسفه، نه مفسرین، نه مورخین، بلکه این فقها بودند که همیشه شریک قدرت بودند و در امر حکومتداری یار خلفا می شدن. اما از بعد از سقوط امپراتوری عثمانی، مسلمین در واقع طعم استعمار رو چشیدند و این هوس که برگردند به اسلام نخستین، برگردند به اسلام پیامبر و صحابه و دوباره نیرومند بشن، شد یک هوس بزرگ در دنیای اسلام. خیلی تلاش ها هم شد، مثل قیام مهدی در سودان فرض کنید، یا عمر مختار در لیبی، یا حرکت های دیگه. در مملکت خود ما هم شما به آثار امثال سید جمال اسدآبادی که رجوع بکنید و شاگردانش مثل عبدو و غیره میبینید که این موضوع هست. این که برگردیم به اسلام نخستین و دوباره قدرتمند میشیم و غیره، شاید بیش از همه در آثار بنیانگذاران اخوان المسلمین مصر بشه اون رو مشاهده کرد. آقای سازگار، اینی که شما الان میفرمایید، یعنی این یک واکنشی بوده در برابر استعمار یا پس از استعمار منظور هست؟ یک کمی هم به نظر من عمیق‌تر. استعمار وجه سیاسیشه، در واقع واکنشیست به عدم فهم مسلمین از دنیای مدرن، از اتفاقی که 4 قرن 5 قرن قبل در اروپا افتاد، اروپای غربی که خودش باز معلول 2-3 قرن قبل ترش بود، حوادث که حالا در تاریخ رنسانس بحث میشه. ولی رنسانس در اروپا و تبعاتش که منجر به عصر مدرن شد، عصر تولد خرد نقاد خودبنیاد، خرد جدید، عصر عقلانیت که در محور دنیای مدرن قرار داره و تمام محصولات دنیای مدرن از علوم تجربی بگیرید تا
علوم انسانی، از دموکراسی تا حقوق بشر، اینها همه حول این انسان جدید متولد شده که عقلانیت مدرن در محوریتش قرار داره. این کیفیت در دنیای اسلام هنوز جا نیفتاده، مسلمین هنوز یاد نگرفتند ارسطوییگری پشت فلسفه اسلامیشون رو رها کنند و به عقلانیت جدید رو در واقع با باورهاشون تطبیق بده. این کیفیت در همه دنیای اسلام ایجاد میشه. ایرانی ها در واقع در کوشش دائمشون، 200 سال ما هم از بعد از شکست جنگ ها ایران و روس دنبال تطبیق خودمون با دنیای مدرن بودیم. خلاصه تقریبا تمام حوادث سیاسی اجتماعی 200 سال گذشته ما رو زیر 2 سرفصل میشه جمع‌بندیش کرد: تضاد سنت و مدرنیزم و تضاد استبداد و آزادی، که این دومی هم خودش باز زیرفصل از اولی بوده. و تو این مسیر البته من قبلا هم عرض کردم بر اساس این جمله کارل پوپر که میگه در تلاش دائم بشریت برای رسیدن به عدالت و آزادی، مارکسیزم از اشتباهات فاحش بشریت بود. من معتقدم ما ایرانی ها در کوشش 200 سالمون برای رسیدن به مدرنیته و آزادی، انقلاب اسلامی از اشتباهات فاحش ایرانی ها بوده. حالا همین انقلاب اسلامی، سوال من اینه، اگه به طور خلاصه بفرمایید ممنون میشم، آیا الهام بخش گروه های اسلامی دیگه نبود در سفرهای متعددی که من در خاورمیانه داشتم؟ آقای نوریزاده که بودن رفتن، ایشون هم سفرهای بسیار متعدد، حدود 20 سالی رو که من در منطقه بودم بسیار دیدم این اثر بین افراد عادی که حتی آقای خمینی سنی بودن، براشون مرز سنی شیعه کنار رفته بود و یک قهرمان بود در مراحلی. حتی اوائل احمدی نژاد هم براشون قهرمان بود و برانگیزاننده. این چقدر الهام بخش شد از محمد عبدو و بقیه، سید قطب و جمال الدین اسدآبادی که میایم به جدید میرسیم، این انقلاب اثرش رو علاوه بر حمایت مستقیم از گروه های مثل حزب الله و بقیه، چقدر الهام بخش شد برای حرکت های اسلام؟ قطعا موثر بوده. قطعا ایران به هر حال در ساخت تمدن بزرگ اسلامی اگر 3 ستون بخوایم بگیریم، مصر بوده، ایران بوده و ترکیه بوده، و ایران تو این میون همیشه هم نقش فرهنگی تر و فکری تری بوده و تأثیرات، به قول مرحوم فروغی، هر وقت علم و دانش در ایران به پا خواسته در اون سمت دنیا علم و دانش شکوفا شده، و هر وقت ایران به افول رفته در تمام اون منطقه به افول رفته. مطمئنن ما ایرانی ها تأثیر داریم، اگرچه به دلیل شیعه بودن مقداری جدا هستیم از دنیای اسلام، ولی کما اینکه شما از این سوش هم میبینید، وقتی جنبش سبز در ایران اتفاق افتاد تمام دنیای اسلام رو و دنیای عرب رو متأثر کرد و ازش تأثیر گرفتن. مطمئنن به قدرت رسیدن یک حکومت اسلامی در کشور بزرگی مثل ایران بسیار تأثیر داشته روی ممالک دیگه، ولی این به این معنی نیست که حرکت های سیاسی اسلامی در کشورهای دیگه فقط منتظر ایران بوده یا تنها عاملش مثلا به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران بوده. بله، برای اینکه از قبل از اون هم بوده، و اعراب به هر حال روی تحلیل هایی که در دنیای عرب هست، حتی این آخرین بار دیدیم وقتی صدام حسین هم با آمریکا حمله کرد و اینها، یک عده او رو قهرمان ضد امریکایی میدونستن، اسم بچهشون صدام گذاشتن. به هر حال من به اوناش نکته، به هر حال بحث مفصلی است، ولی اسلام انقلابی، حالا آیه نوریزاده تعبیر دو وجه ولایی و سلفیش رو میکنند، این قرائت خشن، خونریز و تروریستی قرائتی است که به نظر من بیش از همه خود مسلمین باید باهاش تصفیه حساب بکنه. یعنی جلوتر از این که دیگران بخوان بگن، این مسلمین هستند که باید بگن. من یک توضیح هم عرض بکنم، CNN البته تنها نیست توی این تصمیمی که گرفته، حتی فاکس نیوز، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، بسیاری از رسانه‌های امریکایی تصمیم گرفتند
این کاریکاتور دوم رو که من موافقم هم با مفهومی که گذاشتن شخصا عرض میکنم که یک وجه بخش بالاش هم نوشتن همه بخشیده میشن و از قول پیامبر اسلام هم گذاشتن، شخصا موافقم. مشکلی هم با کاریکاتور کشیدن یا صورت کشیدن ندارن، ولی استدلال رسانه های امریکا این است که چون پاره انجمن های مسلمین در امریکا اینو توضیح دادن که گفتن چون در اسلام حداقل نزد بسیاری فقها صورتگری حرام است، نقاشی کشیدن بزرگان هم به اصطلاح بنا به اون تصوری که بت سازی میشه حرام است و در مساجد مسلمین شما کاشیکاری میبینید نه شمایل کشی، گفتن چون یک همچین اعتقادی مسلمین دارن ما به احترام اونها این رو پخش نمی کنیم. شخصا البته موافق نیستم، یعنی با اون فتوا سازگاره. حتما به این نکته خواهیم رسید. البته من در شوی آقای هنیتی در فاکس نیوز دیدم این کاریکاتور نشون دادن، حالا شبکه‌های دیگه هم قطعا سیاست‌های خودشون دارن. اما آقای نوری‌زاده اشاره کردن آقای سازگاره به اینکه مسلمین خودشون باید فکری به حالشون بکنن. ببینید هر اقدامی که میشه برمیگردیم به این موضوع، هر گروهی، عملیات تروریستی پاریس، باز این صحبت پیش میاد که این اسلام نیست، اسلام روایت دیگه ای داره. القاعده همین موضوع، داعش همین، حزب الله همین، جبهه النصر باز همه همینو میگه. این یه بحثه که خیلی خوب و اینها اقلیتن در دنیای اسلام. پرسش اینه که یک اکثریت بالای یک میلیارد چرا یه جریان قوی تر این قدرت رو نداره که بیاد و یک روایت به قول بسیاری روایت رحمانی از اسلام رو عملی کنه و بگذاره جلو مردم بگه آقا اینه، اینایی که میبینین 100 تا 1000 تا خمینی خلخالی همه اینایی که میبینید که ما میگیم نیست، ولی این یکی هست. این اینجا توجه بفرمایید اینجا یکی آقای بله. یکی نکته دوم آقای نوری زاده حرفی که زد آقای سازگاره که خود مسلمین اتفاقا در همین مسیر عبدالفتاح السیسی، شما قطعا اطلاع دارید برای برخی از بینندگان، حرفی در برابر علمای ازهر زد که خطاب دینی باید نوعش عوض بشه. در جهانی که ما زندگی میکنیم دین به یک انقلاب احتیاج داره. بله. تا چه اندازه واقع بینانه است حرف ببینید آقای عبدالفتاح عزیز. بله عرض میکنم رئیس جمهوری مصر. بله. اولا ما در ایران و در مصر در ترکیه این جنبش های عرفانی و تصوف رو که داشتیم دقیقا وجه رحمانی دین رو میخواستن نشون بدن. البته به اون صوفیه دوران صفویه کاری ندارم که آدم میخوردن، ولی منظورم این جنبش صوفیه است و عرفان در، یعنی آدم مولانا رو وقتی میخونه و نگاه میکنه خب طبیعتا دینی که او عرضه میکنه که در آن هم علی بر حق هم عمر، در نتیجه اون یه دین متسامح و بوده که با خودش سر جنگ نداشته، با دیگران هم نداشته. اون تمدن با شکوهی که در زمان خلفای عباسی در بخششون به وجود میاد مبنا رو بر قتل عام و کشتار اینا نگذاشته بوده، یا حداقل در خود ایران هر زمان ما نگاه بکنیم این نگاه عرفانی مسلط شده بر اندیشه مردم، این حالت اسلام رحمانی تجلی پیدا کرد. حالا باز برمیگردم به زمان آن پدر و پسر. خیلی خوب، زمان آن پدر و پسر که عرق فروشی هم داشتیم، موسیو ماناواس هم بود که روشنفکران دردشون رو پیش او میبردن با گیلاسی نزد او بودن. در همون زمان وجوه مختلف اسلام رحمانی رو ما شاهدش بودیم. دراویش و گنابادی کار خودشون رو میکردن، مرحوم صالح علی شاه پیروانش رو داشت، دیگرانی بودن، ذوالریاستین بود، مرحوم ستایشگر بود، یک وجهی از اسلام رحمانی رو میدیم. آقای شریعتی اومد اسلام خون و اسلام شهادت و غیره رو ترویج کرد و در مصر هم طبیعتا اخوان المسلمین از 80 سال پیش با ترور نخست وزیران و غیره راه انداختن. البته قبل از آقای شریعتی
فدایان اسلام هم بودن که نخست وزیر میکشتن و وزیر میکشتن و نویسنده میکشتن. در ترکیه هم همین وضع بوده، در عراق هم بوده، در دیگر کشورهای اسلامی هم بوده. اشکالی که آقای چالنگی پیدا شده، این اسلام ناب انقلابی محمدی در وجه شیعیش 35 سال پیش در ایران به قدرت رسید، سوار کار شد، خزینه های معموره پر از پول به دستش افتاد، خزائن معموره 30 میلیارد 35 میلیارد تو خارج پول بود، در داخل بانک ها مملو و از پول بود. در رو باز کردن جنبش نهضت های آزادی بخش بیان، هر چهار تا گروه تروریستی که این ور اونور بود اومدن پول گرفتن. در واقع گروه هایی بودن که اصلا سنی بودن، جبهه فتانی از جنوب تایلند یا مورو در فیلیپین، اینا همه سنی بودن. به اسم اینکه ما داریم به نهضت های آزادی بخش کمک میکنیم، هر چی تروریست دور دنیا بود جمع کردن. و طبیعتا اینا مسیحی آماده عملیات تروریستی رو برای عملیات تروریستی آماده کردن. بله، به هر حال میخوام بگم این سنگ بنای اول بود که اینها به قدرت، یعنی به رسیدن به قدرت امیدوار شدن و شاهد نموش. مگه جمهوری اسلامی کم کمک کرد به گروه های تکفیری در مصر؟ شما خودتون میدونید در همون ماجر مصر بودید، جمهوری اسلامی بسیار کمک کرد. همین آقای زایمن و زواهری ارتباط تنگاتنگی با آقای سردار محمد باقر ذوالقعد داشت از زمانی که در سودان بودن. اینه که یا بعد از حمله آمریکا به طالبان جمهوری اسلامی بود که دروازه رو باز کرد که این تروریستا برن عراق، چون نه از هوا میتونستن برن نه از دریا. الان ما به یه نقطه رسیدیم. سی سی رئیس جمهوری مصر رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ الان می‌خواستم برسم. در اینجا بنابراین آمریکا بسیار جناحی بسیار با استقبال روبرو شد. ببینید بنابراین طرف ایشون که واقعا نیاز هست، ایشون حرفی است که زده. به قول عبدالرحمن راشد سردبیر سابق از شرق الوسط و تلویزیون العربیه، ایشون در یه مقاله نوشت ما عرب ها و ما مسلمانان به دست ایرانی ها نگاه میکنیم. زمانی که انقلاب مشروطه رو آوردن، جنبش های مشروطه خواهی و آزادی خواهی در چهار گوشه جهان عرب و اسلام سر برداشت. زمانی که مدرنیسم رو تجربه کردن با اومدن رضا شاه، ملت ها دنبال اون رفتن. ملی شدن نفت، ما ها رفتیم دنبال ملی شدن کانال و پایگاه ها. انقلاب اسلامی که اومد ما رو به بیراهه بردن، بردنمون به اون سو. جنبش سبز که اومد، اون حرکت اصلاحات ما رو سرحال کرد، ما رو دوباره. حالا هم این ایرانی ها هستن که باید جنبش تغییر نگرش به دین و مفاهیم دینی رو را بندازن. درست شیعن، ولی ما خیلی بهشون اوتکیه داریم و نگاه میکنیم. و به نظر من نقش بزرگ آقای سید حسین نصر یا آقای دکتر سروش امروز وظیفه بسیار بزرگی دارن. آقای سروش بیشتر به خاطر اینکه صداش در داخل کشور شنیده میشه و کسایی دنبالشن. نباید بسنده کنن به همین چهار کلمه حرف زدن، باید بیفتن جلو بگن آقا این چیزی که اینا درست کردن به اسم اسلام سیاسی دکانه، برگردونیم اسلام رو به همون مفاهیم انسانیش. هر کس مسئول دین خودشه، به هیچ وجه رژیمی حق نداره به من بگه بیا توی جلسه توی کنسرت بانوی دفزن رو بکشه پایین، یا اجازه نده دختر آقای قاسمو فرغانه آهنگ بخونه با پدرش. به تو چه ربطی داره؟ تو چه کاره هستی؟ باید بیان با شجاعت، رو درواسی هم نکنن، بیان محکوم بکنن آدم کشی رو. یعنی شما معتقد هستین نیاز هست؟ حالا این آقایونی که اسپوردی، خب اگر چون این تصمیمی داشتن از همون روزای اول که خشت اول رو میگذاشتند، از کنم خدمتون ببینید آقای نه چون انتقاداتی رو میکردن، نه ببینید دکتر سروش، دکتر سروش با سکوت یا با کلام در اون چی که در ایران اتفاق افتاد بعد از انقلاب. آقای حسین نصر که معرف حضور هست، آقای سروش ما فعلا وقت برنامه اون کمه، دربارهشون در برنامه های دیگه صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. نه من فقط عرض کردم دکتر سروش خودش اول این اندیشه رو باور داشت که اسلام سیاسی میتونه در یک کشور حکومت داری بکنه، ولی در عمل دید این اندیشه درست نیست، برگشت و امروز هم نگاهش
نگاه عرفانی است، صحبت از اون میکنه و با رژیم جمهوری اسلامی سر آشتی نداره. اما آقای دکتر نصر ایشون طبیعتاً به قبض و بسط شریعت در مفهوم دیگری می‌نگرد. خودش رئیس یه فرقه ایست که در اروپا بوده، ایشون جانشین رهبرش شده. ولی منظورم این متفکران در مصر هم همینطور، در ترکیه هم همینطور، در کشورهای اسلامی این متفکران هستند که یک سبقه اسلامی دارن و امروز فهمیدن چه بلایی بر سر اسلام اومده، باید بیان جلو و کاری بکنن. خب یکتون آقای سازگاره عزیز، ببینید آقای، راه حل انقلاب، اصلاح آنچه که امروز هست، تأکید بر این نیست که جدایی دین از حکومت، حالا سیاست میتونه به شکل دیگه باشه، ولی حکومت، قدرت سیاسی، ترکیبی که در طول تاریخ همیشه فاجعه آفرین بود، از زمان سقراط گرفته تا امروز. بله، به نظر من حتی فراتر از این باید نگاه کرد، یعنی نه فقط پای دین رو از سیاست باید بیرون گذاشت و به قول معتزله در تاریخ اسلام سیاست رو از امور عقلی باید دانست، به این معنی که با عقل بشر باید به اون پرداخت و منتظر احکام دینی نموند، بلکه پای دین رو از خیلی حوزه‌های دیگه هم باید بیرون گذاشت و در انتهاش در واقع دین رو باید از عقل جدا کرد. بذارید اینطور بگم، من حالا آقای دکتر نصر رو با تمام احترامی که براشون قائلم و ایشون یک جلد از کتاب فیلسوفان زنده به ایشون اختصاص پیدا کرده، شخصیت جهانی هستند، ولی آقای دکتر نصر در اون آثارشون به خصوص اون کتاب معرفت امر قدسی، تئوریشون این است که بشریت از عهد سنت توماس آکیناس قرن 13 میلادی اشتباه کرد که بین حوزه ایمان و عقل جدایی انداخت و در واقع بعد برگرده به نوعی تفکر آگوستینی و قرون وسطایی که فهم پاداش ایمان بشه و عقل در واقع ذیل دین قرار بگیره یا با هم ممزوج باشه. این البته همطور که میدونید به قول اون نویسندهی که راجع به فرقه مریمیه که آقای دکتر نصر اونجا هستن کتاب نوشته، عنوان کتابش رو گذاشته Against Modern World، علیه دنیای مدرن. این در واقع ارائه تئوری است در نقطه آغاز دنیای مدرن مخالفت با اون. ولی آقای دکتر سروش که اسم ایشون آورده شد درست برعکس اینو ایشون قائله، یعنی در ساختار فلسفی و فکری که ارائه کرده دین رو هم ذیل عقل قرار داده، یعنی عقل بر صدر نشسته، خرد نقاد خودبنیاد اصل شده در این ساختاری که دکتر سروش ساخته و حتی دین هم فروکاهی شده به معرفت دینی، فهم از دین، و فهم از دین هم خودش ذیل عقل قرار گرفته. و البته آقای سروش در کتاب بست تجربه نبویش کار رو تا استخون پایین برده، خود وحی رو هم مشمول همین کرده، یعنی تجربه وحیانی و مابعد و طبیعی یک شخصی به نام نبی رو هم استدلال آورده که هیچ چاره نداشته جز اینکه باز از کانال عقل اون آدم به عنوان یک انسان زبانش، فرهنگش و همه تنگناهاش عبور بکنه و بنابراین انسانی و زمینی بشه. به این دلیل من شخصا البته این پروژه رو خیلی بیشتر میپسندم، چرا که در واقع با این مسیر نگاه کردن راه رو برای به لحاظ تئوریک راه رو شما بر ورود دنیای مدرن، عقل مدرن باز میکنید، انسان مدرن میتونه حضور داشته باشه و دین محدود میشه به معنویت و تجربه های فردی هر کس و میره در یه حوزه دیگه میشینه. اما آقای چالنگی ببینید، این یه بحثه در عالم نظر که متکلمین متأخر در مسیحیت هم این کارو کردن، اما در عالم عمل از منظر جامعه شناسی دین که نگاه بکنیم، دین هم مثل سایر پدیده های بشری در اجتماع
دین حول یک سوال اساسی شکل گرفته، از کجا اومدیم به کجا میریم. این سوال چون در فلسفه و علم هم ما پاسخ قطعی نمیتونیم بهش بدیم، به هر حال دین یه پاسخی براش داره. بعضی ها اون پاسخ رو قبول میکنن، دیندار قلمداد میشن، بعضی هم قبول ندارن. اما به محض اینکه یک فانکشن واقعی پیدا میکنه موضوعی به نام دین، دور خودش نهاد میسازه. این نهاد دور خودش با سایر نهادهای اجتماعی تعامل میکنه. علم هم همینطوره، هنر هم همینطوره، سیاست هم همینطوره، ثروت هم همینطوره. اینها وقتی که یک نیاز واقعی در جامعه هست، آدمیان نیازمندشن و دور اون نهاد میسازن. این نهادها با هم دیگه تعامل دارن، یعنی نهاد ثروت با نهاد سیاست، سیاست با دانشگاه و علم، علم با هنر، هنر با سیاست، با دین و غیره. یعنی به این ترتیب هست که میفهمید که مجال ورود دین بر در حکومت یا سیاست نمیشه بستش، چون با هم مرتبط هستن. به اضافه اینکه اشاره کردید شما که دین هم مثل بقیه پدیده های بشری، حالا که بقیه پدیده ها منشأ یا مدعی منشأ الهیت نیستن. یه روزگاری در واقع دین پاش انقدر دراز کرده بوده در همین کشورهای غربی که نهاد علم و آموزه شد، نمیدونم قدرت و غیره، همه رو میخواست زیر چنگ و بال خودش بگیره. همین الانم، همین الانم شما به دستگاه کلیسا و کشیشا رو بدین، آدمیزادن، دلشون میخواد همه اینا رو بگیرن زیر چنگ و بال. هر کدوم به هر کدوم، به روحانیون اسلامی یا بودایی یا یهودی، به هر کدوم. این زحمت بشریت بوده. من مرادم این است که نهادهای اجتماعی به هر حال با هم کار دارن، ولی اون این پیشرفت خیلی خوبی بشر بوده، چیزی که فرانسوی ها بهش میگن لایسیته، در فرانسه این لغت متولد شد. و اون این که شما تأکید بکنی بر این که دو شرط در حکومت باید باشه، یکی این که نسبت به دین و ایمان مردم بیطرف باشه، حکومت بیطرف باشه، حکومت سمت هیچ دینی در جامعه نباشه و کاری به کار دین و ایمان و باور مردم نداشته. البته به اعتقاد من، چون به یه دولت حداقلی جفرسونی قائل هستم، حکومت به اقتصاد و خیلی چیزهای دیگه هم باید کاری نداشته باشه و هر چی کمتر دیده بشه بهتره. دوم اینکه شرط دوم لایسیته این است که نهاد قدرت از دل نهاد دین بیرون نیاد، یعنی فقط متکی به رأی مردم باشه، یعنی نخواد بگه چون مثلا. این استدلالی است که متاسفانه خیلی کسا در ایران میکنن و یک مقالطه است که بیاد بگه چون مثلا مردم دین دارن، مسجد میرن، پس پایه قدرت باید توی دین و دیندارا و مسلمونا، اونم به قرائت خاص مثلا ولایت فقیه باشه و تو مسجد قرار بگیره. نه، اینجاش در واقع این شرط دوم لایسیته شرط بسیار هوشمندانه است که باید ازش مراقبت هم کرد. در همین امریکا اگر مراقبت نکنه قانون اساسی که نوشته شده روی کاغذ، همین کلیساها در اینجا شما میبینید موقع انتخابات، مثلا این کریستیان زاینیستا در آریزونا که خیلی هم نیرومند هستن، دلشون میخواد بیان دخالت کنن. اونجاهایی که البته یه سیاست مداری که میخواد رأی مردم رو بگیره، مثلا تمایلات دینیشو نشون میده یا سعی میکنه که آراء دینداران هم جذب کنه، اون مشکلی نداره. ولی اونجا یه سوال پیدا میشه که نهاد دین بگه چون من دین هستم، بنابراین قدرت بعد از دل من در بیاد. بنابراین همین اشاره شما به لزوم جدای دین از حکومت هستن چه که نحوی در طول تاریخ منطقه، معاصر منطقه هم کسانی بودن بر این نکته تأکید کرد. در جریان انقلاب دکتر شاپور بختیار بر این نکته تأکید کرد، اما شنیده نشد از سوی اکثریت و انقلاب به راهی رفت و مردم اکثریت به راهی که سرانجام از امروز روز در ایران سر در آورد. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. تفسیر خبر در لندن آقای دکتر علیرضا نورزاده و در لس آنجلس دکتر محسن سازگارا. تا لحظاتی دیگر.
آقای نوریزاده در ژنو مذاکرات انجام شد بین آقای ظریف و جان کری، چند روز دیگه مذاکرات تازه اتمی، تحریم ها، افزایش تحریم ها، پایین آمدن قیمت نفت. آیا اینا اهرم هایی بوده که جمهوری اسلامی رو سرانجام به دست کشیدن از دست یافتن به بمب اتمی وادار کرده یا میکنه اونطور که غرب میگه یا خیر؟ ببینید آقای چالنگی، در همین قبل از رسیدن به ژنو اجازه بدین روی نکته من تاکید بکنم که این مسئله که این جریان نفت و پایین اومدن قیمت نفت یه توطئه‌ای بوده که آمریکا و عربستان و اسرائیل با هم این برنامه رو ریختن، این یه چیز بسیار برداشت کودکانه است که متاسفانه در جمهوری اسلامی از بزرگ و کوچیک راجع به حرف زدن. یکی از اینایی که به اسم کارشناس میرن، آقای هانیزاده از این معاودین عراق، ایشون بالاتر گفت اصلا صهیونیست‌ها نشستن با سعودی‌ها و آمریکایی‌ها این نقشه رو ریختن. خوشبختانه دیروز در روزنامه شرق مقاله آقای جاوید قربان‌اغلی، مدیر کل سابق وزارت خارجه، از دیپلمات‌هایی که چند سفارتخونه رفته، نوشته بود اصلا چنین چیزی نیست. آمریکا ممکنه با عربستان برنامه ریختن که روسیه رو به زانو درارن، اما اینکه توی اوپک سعودی‌ها نمیخوان اولا افزایش تولید نکردن، بلکه نخواستن جایگاه خودشون رو از دست بدن به عنوان بزرگترین تولید کننده. جمهوری اسلامی است که به علت اینکه همه جا ما در تمام این 35 سال دیدیم هر جا ضعف میارن، هر جا کاری نمیتونن بکنن، صهیونیستا، آمریکای جهانخوار، مرتب شرق و غرب رو متهم میکنن و یکی نیست به اینا بگه آقا به کارنامه خودتون نگاه کنید. همین الان آقای ظریف با آقای جان کری رفتن مذاکره کردن، خیلی هم جالب، کنار دریاچه با هم قدم زدن و چه منظره باشکوهی بود، در کنار هم دیگه از اون هوای بسیار دلپذیر لذت می بردن. اما آیا جمهوری اسلامی اون وجه متمدنی رو که آقای ظریف داره نشون میده در جاهای دیگه هم به کار میبره که همه جهانیان بگن آقا چقدر خوبه، بیایم این توافق رو بکنیم، یه امتیازی هم به ایران بدیم اینجا؟ و همین الان گزارشی چاپ شده که دیروز من این گزارش رو دیدم، حکایت از این میکنه علارغم اینکه جمهوری اسلامی داره میگه من دست از برنامه‌های نظامی اتمی برداشتم، این برنامه‌ها در محرمانه ترین شکل توسط یک مجموعه خاصی در درون سپاه و مجموعه از علما به قول معروف دانشمندان اتمی داره دنبال میشه و این برنامه رو اینا ادامه دارن میدن. اورانیوم غنی شده 20% داره. حالا آقای روحانی میخواد این مسئله رو حل کنه، خجالت و اینا رو هم باید کنار گذاشت، باید به ملت ایران اقرار کنن ملت عزیز 14 سال دروغ گفتیم، کلا سرتون گذاشتیم، میلیاردها دلار از پول شما رو بیهوده دود کردیم به قول مشقاسم به هوا فرستادیم. الان زمان رویارویی با واقعیته. وضع اقتصادی مملکت بده. الان اومده آقای طیب نیا میگه ما نفت و 40 دلار داریم حساب میکنیم تو بودجه، 75 دلار 76 دلار اومد به 40 دلار و فردای سیاهی در انتظار ایران خواهد بود، به خاطر اینکه رژیم نون و گوشت ممکنه فراهم کنه. تمام برنامه عمرانی لغو شده، برنامه بهداشت، آموزش، همه اینا رفته زیر سوال. و اگر اینا به توافقم برسن که مجبورم برسن، باز هم مشکل عمده حل نخواهد شد. سوء مدیریت، نبودن انسانهای لایق، چرا باید در ایران با وجود هزاران انسان لایق و شایسته که قادرند ریاست جمهوری رو بر عهده داشته باشند، چرا باید یه روحانی رئیس جمهور باشه؟ چرا؟ چرا باید حتما امامه سرش باشه؟ چرا رئیس قوه قضاییه باید اگه غیر روحانی باشه چی؟ مثل آقای احمدی نژاد یا بقیه؟ آقای احمدی نژاد 100% بدتر. منظورم افراد شایسته عرض کردم، نگفتم یه آدم مجنون بیاد و ریاست جمهوری رو بگیری، نه، منظورم افراد با آگاه، با دانش و وطنخواه باشن که در اندیشه فردای ایران باشن. اینا چیکار میخوان بکنن با این نسل جوانی که نه
شغل در برابرش، نه آینده ای داره، هیچی. فرار از کشور. آقای خمینی چه کرد با ایران و این حکومت چه کرد؟ هزاران ایرانی همجوری فرار کنند کشور. منظورم اینه که ما احتیاج به این فقط نداریم که توافق در ژنو کنیم یا در وین. توافق صورت خواهد گرفت چون گزیری نداره نظام. اما من بر این باورم اون صداقت و اون امری که باید در عملکرد جمهوری اسلامی ظاهر بشه این وجود نداره. و چون دروغ و نفاق به عنوان دو رکن اصلی نظام در اومده، متاسفانه ما شاهد این هستیم. هیچ کی دیگه به جمهوری اسلامی اعتماد نداره. الان دولت ایالات متحده آمریکا با بودن آقای اوباما بهترین شرایط رو برای رژیمی فراهم ساخت که اگر به فکر ایران بود، به فکر آینده کشور بود، دو سال پیش، نه حالا، میمد توافق اتمی رو میکرد. من نمیدونم اینا چونه میزنن سر تعداد سانترفیوژها برای چی؟ شما که احتیاج ندارید. یا اینکه ما اورانیومو نفرستیم به روسیه. آقای صالحی میاد میگه با وقاحت خواستار اینن که ما اورانیوم غنی شده رو به روسیه بفرستیم. چرا باید بفرستیم؟ میخوان چیکار کنید؟ شما که نمیتونید تولید سوخت بکنید. به هر حال آقای چالنگی، تصور میکنم دنیا هم دیگه به نوعی خسته شده. حالا مثلا آقای اوباما میخواد تو کارنامش یه نقطه مثبت داشته باشه که مسئله اتمی ایران رو حل کردم، اگه در سوریه خراب کردم، اگه در عراق خراب کردم، در افغانستان، در ایران حداقل به نتیجه رسید. آقای سازگارت، آقای اوباما اونطور که آقای نوریزاده اشاره کرد میخواد چنین کنه، اما با کنگره جدید آمریکا این یک طرف قضیه که طرح تحریم‌های جدید که اوباما هم تهدید کرده که وتو خواهد کرد و اگر تعداد معینی سناتور امضا کنن اوباما هم نمیتونه حق وتوشو استفاده بکنه، این یه طرفه. طرف دیگه قضیه، آیا حکومت ایران از یک پارچگی لازم برای تولید اراده‌ای که پیمان‌های جهانی رو بپذیره و در مسیری حرکت کنه در مورد برنامه اتمی که به سود ملت ایران باشه برخوردار هست یا نیست؟ به درستی دست گذاشتید آقای چالنگی. در واقع در هر دو سو دشواری هستش برای حصول توافق. آقای اوباما در هفته گذشته با رهبران جدید کنگره امریکا، هم در مجلس نمایندگان هم در سنا که حالا همه از حزب جمهوری خواه هستند، جلسه داشت ایشون و مطرح کرد که وضع تحریم‌های جدید در کنگره دولت او رو با تنگنا مواجه خواهد کرد. امریکایشون استدلال کرد که منزوی میشه در دنیا، منظورش در پنج به اضافه یک و همراهی با اروپاست و مذاکرات هسته‌ای هم اگر تحریم‌های جدید وضع بشه به بن‌بست خواهد رسید و به جایی نخواهد رسید. فکرم نمی کنم ایشون بتواند از حربه وتو استفاده بکنه، برای اینکه طبق قانون اساسی امریکا رئیس جمهور می تواند مصوبات مجلسین رو وتو کنه. در این حالت بر می گرده به مجلس و برای بار دوم باید دو سوم نمایندگان و سناتورها رأی بدن اون تا تصویب بشه، که اون وقت دیگه در واقع وتوی رئیس جمهور بلا اثر میشه. به همین دلیل اگر لایحه‌ای از روزی که داره تصویب میشه پیشا پیش رأی دو سوم نمایندگان رو داشته باشه، رئیس جمهور دیگه وتو نمیکنه چون میدونه بی حاصله. به احتمال زیاد اگر جمهوری خواها بخوان در دستور بگذارن تحریم های جدید علیه ایران رو، دو سوم رأی رو خواهند آورد، برای اینکه تجربه. مثل اینکه آقای سازگار در دور اول هم اگر تعداد معینی از 70 به بالا سناتور امضا کرده باشن باز به توی ایشون بلا اثر خواهد. به هر حال چون میدونه که یه بار آقای کلینتون این کارو کرد، مصوبه ای رو که دو سوم رو پیشا پیش داشت، بیش از دو سوم رو داشت، وتو کرد و سنگ روی یخ شد، برگشت به سادگی رأی دادن و فکر کرده بود که جبهه کنگره عوض شده. به هر صورت تجربه گذشته نشون داده که وقتی که موضوعی در مورد ایران، جمهوری اسلامی ایران در دستور کنگره قرار میگیره به اصطلاح بایپارتیزان میشه و دو طرف راه رو
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها مشترکاً رأی میدن و رأی بالایی هم میاره. همین لایحه‌ای که الان کنگره تهدید میکنه که دوباره در دستور خواهد گذاشت، در جولای گذشته بیش از 400 رأی از در مجلس نمایندگان امریکا آورد و فقط 20 رأی مخالف داشتش. و اگر در سنا آقای حریری میگذاشت در دستور، به زور دولت و رئیس سنا که از حزب دموکرات بود در دستور سنا قرار نگرفت. اگر در دستور قرار میگرفت، همون موقع معتقد بودن بیش از 90 سناتور رأی خواهند داد. بنابراین دموکرات ها و جمهوری خواه ها علیه جمهوری اسلامی با هم رأی میدن. فراموش هم نکنیم که لابی نیرومند یهودیان امریکا در دموکرات ها شاید زورش بیشتر از جمهوری خواه هم هستش، اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. بنابراین این دعوایی که جمهوری اسلامی ساز میکنه و بد و بیراهایی که محو اسرائیل بشود و نمیدونم اینا، باید یادش باشه که پاوانش رو گاهی اینطوری هم میپذیره. اما در سمت ایران آقای کوتاه بفرمایید چون رو به پایان خواهش میکنم. در سمت ایران به نظرم آقای خامنه‌ای رهبری است که براش خودش مهمتر از مملکته. من 100% با دکتر نوری‌زاده موافقم. یک رهبری که ذره‌ای به مردم ایران و سرنوشت کشور فکر بکنه باید الان بیاد صادقانه به ملت اعتراف کنه که 18 سال اشتباه کرده، یک پروژه بی سرانجام رو با صرف میلیاردها دلار خسارت‌های بزرگ به کشور جانی و مالی و فرصت‌ها، و الان باید رها کنه. اما ایشون همچین شخصیتی نداره. جناح‌های قدرت متعدد ایشون رو راه میبرن و یه سیخونک که بهش میزنن حرفش رو عوض میکنه. دولت روحانی چنین اراده و اختیاری نداره. بنابراین ماجرا در سمت تهران هم بسیار بسیار دشواره. یک خبر من به دستم رسیده، میخواستم به این تفسیرش رو بشنوم، وقتمونم کوتاست. اینکه سازمان محیط زیست، باز یکی از تروریست ها، خانم معصومه ابتکار که گروگانگیری سفارت آمریکا نقش داشته و به هر حال سهیم بوده و میلیاردها دلار ضرری که از این بابت به مردم ایران خورد، الان مسئول محیط زیست هست و سازمان میراث فرهنگی پیماننامه ای رو یا توافقنامه ای رو امضا کردن که بر اساس اون در اطراف از عاشوراده شروع شده ولی مهمتر در تخت جمشید تأسیسات گردشگری طبیعی ابراز نگرانی شده که این پوششی است برای کارهایی که نمونهش قبلا هم انجام شده، گردشگری طبیعی. و بعدم خبر شامل این هستش که سرمایه گذاری قراره در اونجا نوعی باغ وحش بسازه در همون نزدیکی تخت جمشید. بله، تفسیر شما رو میشنویم. چرا؟ من نمیدونم، اینا نیاز به باغ وحش جدید ندارن آقای چالنگی. باور کنید مردم صبح تا شام دارن از انواع و اقسام مخلوقات عجیب و غریب الهی رو میبینن و نیازی نیست، کافیست همین مردم تماشا کنن. ولی ببینید، وقتی عشق به یک سرزمین نیست، وقتی مهر به یک ملت نیست، به تاریخش عشق هست، به گذشتش عشق هست. مگه خلخالی بلدوزر ور نداشت بره تخت جمشید و داغون کنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم نصرت الله امینی استاندار بود، به اتفاق یه عده رفتن خوابیدن گفتن بلدوزر از روما باید رد شه. اینا همین جورن. مگر قبر رضا شاه رو خراب نکردن که جاش آبریزگاه بسازن؟ اینا همین جورن، در طول تاریخ هم بودن، الان هم همینن. عشقی به ایران ندارن. وقتی عشق ندارن، وقتی خودشون رو ایرانی نمیدونن، اسلامی میدونن، پس حالا تاریخ ایران، گذشته ایران، نه هیچ کدوم. اینا اگر عشق به ایران داشتن، اون پرچم زیبایی که نماد ملیت ما بود، دین ما بود، همه چی بود، اونو تغییر نمیکردن. علامت سیکای هند رو بگذارن تو پرچم، شیر ایران رو تبعید نمیکردن از پرچم ایران و خورشید که همیشه هست. نه. سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده عزیز در لندن، با سپاس از شما. و سپاس از شما آقای سازگارا در لس آنجلس. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری و کوهساران زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین.
روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.